این غذا جوجه کباب لای پلوی قرتیتور هستش. یه پیاز دارم که رنده درشت شده، نصف سینه مرغ دارم که چرخ شده، یه قاشق غذاخوری ربع گوجه، یک دوم قاشق چای خوری هم ربع فلفل. اینا رو همه رو با هم اضافه میکنم. یک دوم قاشق چای خوری بهش نمک اضافه میکنم. ببینید طعم این شما رو تو خود بهشت میبره. اینو بهتون قول میدم. نصف قاشق چای خوری پودر سیر، نصف قاشق چای خوری پودر تخم گشنیز، یه قاشق غذاخوری زعفرون. اینا رو قشنگ با هم مخلوطشون میکنم. میتونید دو تا گوجه فرنگی رو هم از وسط برش بزنید یا ورقه برش بزنید سرخش بکنید و موقعی که میخوایم اینو با برنج بار بذاریمش روی اینا گوجه فرنگی هم بذارید که کاملا سلیقه‌ای هستش. یه دونه فلفل کافی شیرین اینم خرد کنید و بهش اضافه کنید. خب برای سرو خیلی عجیب غریب و قریتور این غذامون نیاز داریم به خمیر یوفکا، خمیرهای نازکی که به راحتی میتونید از کسی که لازم قرنده میفوشن تهیه کنید. حالا چیکار میکنیم؟ بیایید جلو. یه خمیر بردارید، کره رو ذوب کنید و کاملا خمیرتون رو به کره آغشته کنید. وقتی کاملا کرمالش کردید، اون سمتی که بهش کره زدید و داخل از این ظرفا به این شکل ده قرار بدید، بچسبونش به دیواره. دقت کنید این خمیراتون کاملا روی هم سوار شن و فضای خالی بین هم نداشته باشن. این قشنگ بچسبن به هم دیگه. حالا کفش یه قاشق غذاخوری زعفرون میریزم. قشنگ کفش رو به زعفرون آغشته کنید. برنجی که آب کش کردم یه لایه میریزم کف. حالا موادی که درست کردیم اضافه میکنیم بهش به اون لایه بعدی. قشنگ مثل قرص برگر پهنش کنید رو کله برنجتون. یه قاشق هم کره بریزید روش در نهایت. حالا لبه های نون رو برگردنید روش به این شکل. یه کمی رو یا چرب کنیدش یا خیسش بکنید که گلایی که میخوایم درست کنیم بزنیم روش بهش بچسب و بشینه روش. برای جمع کردنش دست بذارید اینجا آروم آروم با یکی جمع کنید به جلو و همجوری میاد جلو تاش کنید کم کم به همین شکل رو انجامش بدید. بذاریدش بقید این یکی یاد دارم فشار بدید که کاملا بچسبه. در نهایت هم روی اینها هم کره بریزید همین جهات قطعه شکنی که قشنگ سرخ بشن. جوجه کباب لای پلوی قرتیتور هم بزنم داخل فر. دما 200 درجه، زمان 50 دقیقه. فرها با هم متفاوته، حواستون به غذاتون باشه. بریم و برگردیم. خب جوجه کباب لاپولای ما قرتیتورمون آماده شد. دیدیدش؟ چطور شده به نظرتون؟ اگه خوشت اومد حتما یه لایک بزن و نظرتون برام بگو. حالا بریم از ظرف منتقلش کنیم و سروش کنیم. این قالب کارمندی رو نباید فقط توش کیک پخت که توش غذا هم میشه پخت. قشنگ بازش کنید و به آرومی
جوری که به هم نخورن جداش کرد. بله.